همراه هستیم با حبیب گودرزی برای بررسی اعترافات پاسدار قالیباف در صحن مجلس درباره وضعیت داخلی نظام. حبیب سلام، اگه موافق باشی اول صحبت‌های قالیباف رو لحظاتی با هم بشنویم و بعد من سوالم رو بپرسم تو این رابطه. بسیاری از افراد به اطاعت از رهبری باور دارند، ولی ترس و ضعف نفس و شجاع نبودن آنها باعث می شود که نتوانند در عمل مطیع ایشان بمانند. بله حبیب، چرا قالیباف که خودش در رأس یکی از سه قوه نظامی بعد بیاد چنین اعترافاتی بکنه، اون هم علنی؟ بله خوبه که برای پاسخ به این سوال اول یه واقعیت با هم مرور کنیم. اون واقعیت هم اینه که خامنه‌ای به شدت به نیروهای خودش، نیروهای سرکوبگر خودش، از بسیج و سپاه تا سایر نیروهاش نیازمنده و همه درد خامنه‌ای هم همینه که این نیروها رو حفظ کنه. اما واقعیت اینه که رژیم به لحاظ تعادل قوا تو سطح منطقه و جهان بسیار پایین اومده که مبنای اون البته قیام مردم ایران و البته به خاطر اینه که خامنه‌ای با یک جامعه انفجاری و جوشان مواجه هستش، این به این علت. حالا برای اینکه بتونه نیروهای خودش حفظ بکنه با مشکلات زیادی خامنه‌ای مواجه هستش که توی صحبت‌های قالیباف که شما الان گوشه از اونو گذاشتین این بیرون زد. یعنی در واقع قالیباف اومد از ترس و ضعف و شجاع نبودن نیروهای رژیم صحبت کرد که دیگه نمیتونن به اصطلاح در عمل مطیع خامنه‌ای باشن. خامنه‌ای البته خب خیلی خوب میفهمه که این معنیش چیه و البته به صورت بسیار سطحی به این اشاره کرد، واقعیت به اصطلاح عمیق این ریزش نیرو رو تر نکرد. اما خوبه که این واقعیت رو توی صحبت‌های سایر مقامات رژیم، مثلا از جمله این دختر پاسدار سلیمانی روز این اومد اینطوری تر کرد روز هفته دی و این گفتش که یه نامه‌ای داده بود به یه سری بسیجی‌ها، تو نامه گفتش که خامنه‌ای خیلی تنهاست، خیلی تنها. یه طرف دیگه هم از قدی این عضو شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی رژیمه که اومد گفتش که مشکل نظام در بیماری هویتی آدم‌ها، منظورش نیروهای خود رژیم هستش، در درون حکومته و گفت عیب کار، منظورش توی نظام اینه که عیب کار در وادادگی و واموندگی پشت جپاست، که اینو تو مصاحبه‌ای که با روزنامه رسالت داشت شیشه دی گفتش. نمونه دیگرش هم خب محمود امجد بود که یکی از به اصطلاح اساتید سرشناس حوزه قم بود که مدتی پیش در واقع 26 آذر اومد مصاحبه کرد به صورت لایو تو اینستاگرام خودش و خطاب به خامنه‌ای گفتش که مسئول تمام کشته از سال 88 تو هستی و آخرش هم گفتش که آقای خامنه‌ای تا از این استبداد رای دست نکشید کار خطرناک است، داشت دل می‌سوزون بله. برای کار نظام. بنابراین وقتی که پاسدار قالیباف به این نکات اشاره می‌کنه نشون میده که به اصطلاح توی رژیم چه خبره، دیگه کار از بریدگی و وادادگی گذشته و حتی به شاخ شدن در برابر خود خامنه‌ای کشیده، مثل این نمونه محمود امجد. حالا شما از آخرین موارد و فاکت‌ها گفتی، ولی علت شدت گرفتن این بحران ریزش و وادادگی که شما دارید میگی توی این نظام چی هست؟ بله علت توی پایه خب وضع همون تعادل قوا که رژیم تو بسیار پایین رفته، علت اصلی اونه، چه در منطقه و چه در جامعه جهانی و به خصوص همون که اشاره کردم در برابر یک جامعه انفجاری. بجز این خب رژیم خیلی پول داشت برای دادن به بسیجی‌هاش. میدونین که نیروهای رژیم، تمام نیروهای رژیم وقتی صحبت از دیگه آرمان کردن و خدا و پیغمبر اینا رو نمیشناسن، اونا آنچه که میشناسن خب همین پول و امکاناتیه که بهشون میرسه، چون این رژیم خب یه رژیم دو سالاره. اما به دلیل مشکلات خفه کننده اقتصادی که رژیم باش مواجهه، که خب روحانی هم مدتی پیش گفتش که با سخت‌ترین سالها در یک قرن اخیر مواجه هستیم، دیگر نمیتونه خرج اینا رو بده. بنابراین نیروش از اون طرف وضعیت وارفته کل نظام خامنه‌ای رو تو سطح مردم ایران و جامعه و جامعه جهانی و منطقه میبینن، از اون طرف خب مواجه هستن با وضعیتی که دیگه رژیم توانایی رستگی خرج کردن آنچنانی براشون نداره. بنابراین به همین علته که قالیباف که یکی از سران سه قوه نظام هست خودش وارد میشه و به این موضوع اشاره میکنه، چون خطر ریزش نیرو برای رژیم بسیار جدی هستش. بله حبیب، ممنونم ازت که تو این گفتگو با ما همراه بودیم.